درود بر شما دکتر کامران، خیلی خوش آمدید به برنامه دو روز اول. شما به همکارانتون، به بینندگان و شنوندگانتون و طبعا از دعوتتون بسیار ممنونم. دکتر کامران، بریم سر اصل مطلب. اول از همه حتما دوستان عزیز میدونن که شما ایجاد یک لیبرال دموکراسی در ایران رو بر اساس اصل جدایی دین از دولت یا همون لایسیته تنها جایگزین مناسب حکومت مذهبی کنونی میدونید، درسته؟ کاملا. خب از اون طرف دکتر کامران، حکومت جمهوری اسلامی میگه که هم تقدس داره و هم از حمایت بیشایبه آحاد ملت برخورداره و در نتیجه باید به بقای خودش ادامه بده. اول از همه شما این تقدس یا نبود اون رو در حکومت چی میدونید؟ اول از همه همین نقطه‌ای که شروع کردید بهترین نقطه بود. حکومت مدعیه که هم مردم پشت سرشن هم تقدس. به عبارت دیگر این حکومت دو منبع مشروعیت برای خودش قائله و مثل تمام دستگاه‌هایی که برای خودشون به دو منبع مشروعیت تکیه می‌کنند، دردسر ایجاد کرده. در حقیقت مشروعیت هیچ کدام رو نداره. باید به هر دو تظاهر بکنه و مهمتر از این، باید به این مسئله تظاهر بکنه که این دو با هم آشتی پذیره. حال حکومتی که شما نگاه بکنید، مشروعیت که از طرف مردم داره قرار چطوری اثبات بشه؟ اول که همون داستان‌های انقلاب و راهپیمایی‌های انقلاب و نمی‌دونم این حرفاست که اگر خاطرتون باشه اون زمان، اگر اشتباه نکنم، بازرگان گفت، البته از این دورفشانی‌ها کم نکرد در اون دوره بازرگان، که مردم با پاهاشون رأی دادند که آمدن به خیابون و جمهوری اسلامی رو خواستند. خب البته معمولا میشه ترجیح داد که مردم با ذهن و با مغزشون رأی بدن، ولی خب پا هم بالاخره عضویست دیگه، کارش نمیشه کرد. از دید بازرگان ظاهرا قابل قبول بود. حال این یک مسئله. مسئله دوم این رأی‌گیری های مداوم و منظمی است که در جمهوری اسلامی راه میاندازن تا بگن که مردم پشتیبان حکومتن. این نکته هم بنده به طور گذرا فقط یادآوری میکنم که وقتی شما در یک رأی‌گیری شرکت میکنید، بین نامزدها یکی رو انتخاب میکنید بهش رأی میدید، ولی یک رأی دیگه هم در این مستتره همیشه و اون رأی مثبتیه که به نظامی که رأی‌گیری رو برگزار میکنه میدید. همه همیشه متوجه این مسئله نیستن متاسفانه. حال رأی‌گیری هایی که سراپا تقلبه، تقلب بزرگش هم به نظر من تقلب در مورد تعداد شرکت کنندگان در رأی‌گیری، چون هر حکومت استبدادی یا در این مورد هر حکومت توتالیتری نوع دروغ های خاص خودشو داره. شما نگاه بکنید به عنوان مثال دروغ‌های خاص اتحاد جماهیر شوروی، البته سراپا دروغ، ولی اون دروغ‌هایی که بیشتر از بقیه می‌گفتن خیلی مهم بود در مورد تولید صنعتی و کشاورزی بود. کشاورزی خیلی بیشتر از صنعتی، چون بعدش بسیار خرابتر از صنعت بود در اتحاد جماهیر شوروی. خلاصه هر کدوم از این حکومت‌ها دروغ خاص خودشون را دارن. در مورد جمهوری اسلامی اون دروغ درشت و گوشتدار و قلمبه دروغ مربوط به پشتیبانی مردمه و درصد شرکت در انتخابات. این یک فچشه. بسیار خوب. حالا بعد گفتش که پس پشتیبانی الهی از شما چطور معلوم میشه؟ مردم که اینو میگن. خب از اون ور چجوری شما میخواید مدعی پشتیبانی الهی باشید؟ اینجا رو که نگاه بکنید مسئله خیلی جالب میشه، به خاطر اینکه در بین حکومت‌های توتالیتر هم بی سابقه است. نوع این ایدئولوژی این رو ایجاب میکنه. البته ببینید در این مورد اینا باید بگن که تقدس یار و یاور ماست، یعنی خداوند پشت و پناه ماست، بنابراین ما حق داریم که حکومت بکنیم، درسته؟ خب حالا این پشتیبانی خداوند قرار چطوری معلوم بشه؟ در حقیقت اگر شما از دیدگاه کلی متافیزیک، الهیات، کلام، خداشناسی بخواید نگاه بکنید، دو راه برای این مسئله هست، برای اثبات این هست. در ادیان مختلف به طور متفاوت به کار گرفته شده، نه الزاماً برای حکومت اصولا، چون هر دین و هر گروه روحانی موظفه که موقعیت خودش رو با تایید الهی به اصطلاح تثبیت بکنه و مشروعیت ببخشه. قضیه از چه قرار است؟ یک حالتش این است که میگن خداوند مشیت الهی برای سراسر تاریخ بشر نظمی در نظر گرفته، آنچه که واقع میشه خداوند خواسته است و این مطابق خواست خداست. در این برنامه‌ای که خدا برای تحول تاریخ ریخته ما هم یک جایی داریم و اینجا جای مهم و جای مناسبیه و اراده الهی از طریق ماست که داره اعمال میشه. این موردی که فرضاً در مسیحیت شما میبینید. یه مورد دیگرش هست که بسیار اونم کلاسیکه، بسیار قدیمیه و بسیار آشناست. اون مسئله این است که من اگر میگم خدا پشتیبان منه، بنابراین خدای دخالت یک کاری خواهد کرد که معلوم بشه. به عبارت دیگر معجزه باید بکنه.
معجزه میکنم تا نشون بدم که خدا پشت پناه من است. اینها اون به اصطلاح بینش تاریخی کلی رو ندارند. نمیگم فلسفه تاریخ، چون اگه بخوایم بگیم بعد بگیم الهیات تاریخی یا کلام تاریخی، هر کدوم اون رو ندارن، به خاطر اینکه در تشیع این بینش کلی تاریخ اصلا برای اینکه کسی به اعتبار اون بیاد حکومت بکنه ساخته نشد. داستان این است که تاریخ میره، فساد بیشتر 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 میشه، زمانی میرسه که به حد اکثر میرسه فساد، یک واقعی بسیار وحشتناک و بسیار خونباری اتفاق میفته که آخرالزمان مهدی ظهور بکنه و بعد دنیا منظم میشه و همه مسلمان میشن و اون جامعه ایدئال برقرار میشه. مشکل جمهوری اسلامی آمده است که میگه من خودم آمدم حکومت الله بر روی زمین رو ایجاد کردم. خب شما وقتی همچه حرفی میزنید از اون بینش کلاسیک تاریخی تشیع که نمیتونید استفاده کنید. این کار قرار بوده مهدی بکنه، امام 12 هم. شما میگید من کردم. خب اون گفت اون بینش دیگه بی اعتباره. این یک طرف. میمونه معجزه. معجزه هم که ما میدونیم بیشترش البته بعد انصاف داد در حد شوخی است، ولی این معجزاتی که میبینید در حکومت اسلامی مردم خودشون نسبت میدن، مردم که یعنی حکومتگران، این یکی میره حاله نور میبینه. من چند وقت پیش یه جای خوندم که یک نفر مثلا دستمال خامنه‌ای رو بو کرده بود شفا پیدا کرده بود. اون حرفای در این حد که فقط مایه خند است. وقتی به این حرفا رو میزنن از فقط به خاطر این نیستش که آدمای عقب مونده این یا مردم رو میخوان به اصطلاح به قول عوام سیاه بکنن یا مروج جهلن، فقط این نیست. حکومت چون از نظر ساختاری محتاج این حرف هست، محتاج اینی که بگه به تایید الهی متکی است و این رو با معجزه اثبات کنه. خب از اون طرف معجزه واقعی که اصلا صحبتش رو نکنیم، معجزه در کارهای حکومتی که وضع مملکت رو میبینید، میمونه همین معجزات آنتیک که در کتاب‌های 2000 سال پیش هم هستش که فلانی آمد نوری افتاد و در اونجا اومد که معالجه شد و از این حرفا. اینها که قوه تخیل نداره، اینها رو گرفتن استفاده میکنه. این وضعیت شد.